منابع اسرائیل 18 ماه می 28 اردیبهشت گزارش دادند نیروی هوایی ارتش آمریکا در رزمایش بزرگ ارتش اسرائیل که شبیه سازی حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی است شرکت خواهد کرد. مقامات ارتش اسرائیل اعلام کردند که این رزمایش تا 2 هفته دیگر یعنی 29 ماه می برگزار می شود و محور آن آموزش حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای داخل ایران است. روزنامه تایمز اسرائیل می نویسد ارتش اسرائیل عمدتاً در زمان جنگ بر اساس لیستی از اهداف از پیش تعیین شده که اطلاعات نظامی شناسایی کرده از سایت های پرتاب موشک گرفته تا پایگاه های فرماندهی و همچنین خود رهبران دشمن عمل می کند. ارتش معتقد است استفاده از چنین فهرستی به کاهش تلفات غیر نظامیان کمک می کند زیرا می تواند با دقت بیشتری به نظامیان و دارایی های دشمن ضربه بزند. پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد این اولین بار در 5 سال گذشته است که ارتش اسرائیل در چنین رزمایشی شرکت می کند. با این حال بررسی ها نشان می دهد پیش از این نیز نیروی هوایی ارتش اسرائیل به طور مستقل یا در همکاری با سایر شرکای خود رزمایش های مشابهی در سالهای اخیر برگزار کرده است. مقامات اسرائیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفته اند که هدف این است که یک گزینه نظامی معتبر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دست باشد. این رزمایش بخش نهایی مانوری است با عنوان عرابه‌های آتش که برنامه آن شبیه سازی درگیری‌های منطقه‌ای گسترده است. به گفته مقامات اسرائیل انتظار می‌رود ده‌ها جنگنده نیروی هوایی این کشور در این رزمایش شرکت کنند و صدها مایل از اسرائیل به سمت غرب بر فراز دریای مدیترانه پرواز نمایند به گونه‌ای که شبیه سازی مسیر پرواز به ایران باشد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد که انتظار می‌رود هواپیماهای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در این بخش از رزمایش شرکت کنند. مقامات اسرائیلی تایید کردند که آمریکا در این رزمایش مشارکت خواهد داشت، اما جزئیاتی از این موضوع ارائه نکردند. پنتاگون به درخواست اکسیوس برای اظهار نظر درباره این خبر پاسخی نداد. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد ژنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام روز سه‌شنبه 17 ماه می برای مشاهده بخش‌هایی از رزمایش گسترده‌تر نظامی اسرائیل وارد این کشور شد. این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که مذاکرات اتمی در وین از 2 ماه پیش متوقف شده و معلوم نیست سرنوشت برجام که گفته می شود احیای آن بسیار بعید است به کجا برسد.